نشریه مارکا در اسپانیا خبر داد جرارد پیکه کاپیتان بارسلونا به دلیل احداث هتلی در اسپانیا است که حقوق بشر را در ساخت هتل زیر پا می‌گذارد. طبق گزارش‌های رسیده طرح ساخت این هتل روی مقبره بزرگ مسلمانان است که از زمان حکومت مسلمانان در اندلس باقی مانده است. خبر احداث این هتل اعتراض‌های گسترده‌ای را علیه کاپیتان بارسلونا به وجود آورده و بسیاری از نهادهای اسلامی خواهان متوقف شدن این پروژه شدند. با توجه به افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها از سوی مسئولان حج عربستان پیش‌بینی می‌شود حج 1402 گران‌ترین حج در طول تاریخ باشد. در حج سال آینده هر زائر ایرانی باید حدود 120 میلیون تومان برای حج خود در نظر بگیرد، یعنی برای هر روز اقامت در عربستان 4 میلیون تومان نیاز دارد. تا پیش از حج امسال هزینه ارزی برای هر زائر حدود 3 تا 3200 دلار از سوی عربستان تعیین شده بود، در حالی که در حج 1401 این کشور به یک باره هزینه حج را 1400 دلار افزایش داد و از طرف دیگر 15% مالیات بر ارزش افزوده را به این رقم افزودن که در نهایت رقم بسیار سنگینی برای زائران تلقی می شود. مرکز رسانه قرآنی وابسته به دارالقرآن آستان مقدس حسینی از پایان نخستین نمایشگاه سالانه قرآنی خاتم الانبیا در بین الحرمین در شهر مقدس کربلا خبر داد. کرار الشمری مسئول مرکز رسانه قرآنی وابسته به دارالقرآن آستان مقدس حسینی گفت مرکز رسانه قرآن اولین دوره نمایشگاه قرآنی خاتم الانبیا را به مدت 3 روز برگزار کرد. این نمایشگاه شامل فعالیت‌ها و برنامه‌های قرآنی از جمله محفل‌های قرآنی با حضور قاریان ممتاز از عراق و جهان اسلام بود. نتایج یک تحقیق تازه که صبح روز چهارشنبه 26 اکتبر منتشر شده نشان می‌دهد که افغانستان در میان 120 کشور و قلمرو در جهان ناامن‌ترین و سنگاپور امن‌ترین کشور است. گفتنی است از سال گذشته تا کنون که سنی‌های تندروی طالبان قدرت را در افغانستان در دست گرفتند، میلیون‌ها شهروند این کشور کشته، زخمی و یا آواره شدند و بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت در این کشور روز به روز هم در حال بدتر شدن است. پس از شیوع کرونا در جهان، متولیان مسجد الحرام شیوه توزیع آب زمزم در مسجد الحرام را تغییر دادند. اما اکنون با عادی شدن شرایط در ایام کرونا، تعداد منابع آب زمزم و دستگاه‌های آب سرد کن در خانه خدا افزایش یافته است.